سلام زه بلال مشلم او تاسو د بازار خبرونه ګوري نن یې خبرونه مو د افغانستان لاسي صنعت او غالي او تزانګړې کړې ده په افغانستان کې د لاسي صنعت تولیدات ډیر خو صنعتکاران وایي سم بازار ورته نه لري اوس هم د هیواد په بازارونو کې د اثارو بی په بیو کې هر شیبه د بدلون امکان شته د اثارو بی یو امریکایي ډالر اخیستل په شپږتی افغانۍ او یو شپوله خرڅول په شپږتی افغانۍ او یو څلوېښت پوله یو پاوند اخیستل په 115 افغانۍ او 15 پوله خرڅول په 116 افغانۍ او 15 پوله یو ریال اخیستل په 22 افغانۍ او یو اتیا پوله خرڅول په 22 افغانۍ او یو نوي پوله یو یورو اخیستل په 93 افغانۍ او 99 پوله خرڅول په 93 افغانۍ او 99 پوله یو درهم اخیستل په 23 افغانۍ او 94 پوله خرڅول په 23 افغانۍ او 95 پوله زر پاکستانی کلدار اخیستل په 295 افغانۍ خرڅول په 303 افغانۍ زر هندي کلدار اخیستل په 115 افغانۍ خرڅول په 115 افغانۍ زر ایرانی تومان اخیستل په 1 افغانۍ او 80 پوله خرڅول په 2 افغانۍ او 40 پوله تر څنګه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو سون توکو او سرو زرو بی د خوراکي توکو بی د 50 کیلوګرام قزاقي وړو بی تیرونی 1150 افغانۍ و او داونی 900 افغانۍ ده د 14 لیتر غوړیو بی تیرونی 1410 افغانۍ و او داونی 1150 افغانۍ ده د 40 کیلوګرام وریجو بی تیرونی 2100 افغانۍ و او داونی 2900 افغانۍ ده د سون توکو بی د 1 لیتر ډیزل بی تیرونی 70 افغانۍ و او داونی 98 افغانۍ ده د 1 لیتر پټرول بی تیرونی 15 افغانۍ و او داونی هم 15 افغانۍ ده د 1 کیلوګرام غازو بی تیرونی 250 افغانۍ و او داونی هم 250 افغانۍ ده د سرو زرو بی د 1 ګرام الجزائری طلا بی تیرونی 15500 افغانۍ و او داونی 15600 افغانۍ ده د 1 ګرام کویټي طلا بی تیرونی 4450 افغانۍ و او داونی 4550 افغانۍ ده د 1 ګرام سنگاپوري طلا بی تیرونی 4400 افغانۍ و او داونی 4550 افغانۍ ده اوس هم بشپړ جزئیات د افغانستان غالي په نړۍ کې د یو خاص ځای څخه برخمن دي د افغاني تولیداتو په برخه کې د افغانستان غالي د افغاني زعفرانو څخه وروسته د کیفیت او قیمت له پلوه په دویمه درجه کې راځي په افغانستان کې لاسي صنعتکاران وایي په وروستیو کلونو کې تولیدات ډیر شوي خو د خپلو تولیداتو د خرڅلاو لپاره په هیواد کې دننه او له هیواده بهر سم بازار ورته نه لري د افغانستان لاسي صنعت او غالۍ د افغانستان یو له مهمو اقتصادي برخو څخه شمیرل کیږي چې زرګونه کلونه تاریخ لري د افغانستان لاسي صنعت او غالۍ په نړۍ کې هم د یو خاص ځای څخه برخمن دي او دغه ځانګړی ځای بیا لاسي صنعت او غالیو ته د هغو د ښه کیفیت له امله ور په برخه شوی دی ځکه په نړۍ کې د افغاني غالیو په څیر باکیفیته قالینې تر ډیره نشئ موندلی د افغانستان په اقتصاد کې تر ډیره د میرمنو ونډه کمرنګه ده یوازینۍ هغه برخه چې د میرمنو ګډون او ونډه پکې تر نورو برخو ډیره ده هغه د افغانستان لاسي صنعت او د قالینو اوبدل دي ویل کیږي په وروستیو کلونو کې د غالۍ اوبدلو صنعت په هیواد کې تر پخوا یو څه کم شوی دی څو کاله وړاندې د کورونایي وضعیت له امله او بیا وروسته له هغه د نظام په بدلون سره یاده برخه کې ځینې ستونزې راولاړې شوې چې یاده برخه یې یو څه زیانمنه کړه د افغاني غالیو د تولید ټولنه وایي اوس د قالینو د اوبدلو ټولې چارې په افغانستان کې ترسره کیږي که هغه د قالینو پروسس وي مینځل وي او یا هم نورې چارې د افغانستان د غالیو د ټولنې رئیس عبدالمنان حیدری وایي اوس هم له افغانستانه د قالینو قاچاق شته حیدری وای افغانستان پاکستان ته د غالیو ډیر صادرات لري چې هغوی بیا په خپل نوم نورې نړۍ ته صادروي بعضې تحولات بود مثلا تحول اولی که صورت گرفت کووید 19 باز یک سیستم نظام که در افغانستان تغییرات آمد این کمتر ساخت که واقعا هم کمتر می ساز اگر ما شما اگر نگاه کنیم از نگاه چون در افغانستان بیشترین قالینی که تولید میشه بازار خارجی ازی بهتر بود نسبت به بازار داخلی موضوع اصلی قسمی است که پروسس و شستشو تمام چیزهایی که مثلا مربوط به صنعت قالین میشه به افغانستان صورت میگیره افغانستان این مشکل نداره این حال میمونه مسئله ازی که مثلا گفتگو هست که ای از پس طریق پاکستان و به نام پاکستان صادر میشه و این هم حقیقت داره فعلا کوشش ما در جریان داره تا راه مواصلت از کشور دیگه وصل شوم همراه کشور دیگه مواصلت بتیم یا از طریق از نو کنکشن برقرار کنیم کنکشنی که به پیمانه بزرگ صادرات ما از کشورهای دیگه چی کنن صورت بگیرن و یک کشوری که فعلا واقعا به مد نظر ما هست و ما بسیار کوشش داریم دو ورسا کشور ترکیه هست چون یک اکسسیبیلیتی همراه کشورهای اروپایی داره و سطح جهان داره باز ما میخواهیم در اونجا دست بالایی داشته باشیم و همراه از نوع کنکتیویتی بسیار بلند داشته
غالیو د تولید ټولنه وایي چې اسلامي امارت تر ډیره له دوی سره مرسته کړې چې د افغاني غالیو لپاره بازار موندنه وکړي. حیدری وایي په نږدې راتلونکي کې د افغاني غالیو لپاره په قطر، ترکیه، ازبکستان او ترکمنستان کې نندارتونونه هم لري، خو بسنه نه کوي او دې برخې ته باید ډیره پاملرنه وشي. د افغاني غالیو د تولید او صادراتو د ټولنې مشر ښاغلی حیدری د افغاني غالیو پر وړاندې د ستونزو په تړه وایي: دولت افغانستان همکاری بسازای را کوشش دارن که بکنن و در حال کوشش بودن و کوشش هستن و کوشش میکنن، در او شک نیست. و تمام جلساتی هم که میشه همیشه تمرکزشان همی است که صنعت افغانستان رشد کنه، خصوصا قالی، در او شک وجود نداره. این حال میمانه مسئله نمایشگاه هایی که در سطح خارج است. به نزدیکی یک نمایشگاه در کشور ازبکستان است، خراش است دایر شود. به نزدیکی یک نمایشگاه دیگر در کشور قطر است، قرار است دایر شود. به نزدیکی از کشور ترکمنستان هم فعلا صحبت ها جریان داره که مطمئن نیست که انشالله شود، ما امیدوار هستیم. خلاصه وجود داره، اما اگر ما بحث از پیمانه بکنم، بحث از مقدار بکنم، کم هست که باید بیشتر و بیشتر شود و در سر از کار جریان داره. یکی از مشکلات همی است که ما دسترسی در بخش خارج که باید با او پیمانه داشته باشیم نداریم، یک مسئله. و مسئله دیگه، مثلا بعد از فروش کمی محصول ما که به فروش میرسه در خارج، باز یک سلسله مشکلات در بخش مالی وجود داره. مثلا برگشت پول به کسی که صادرات انجام داده، درست؟ مثلا فکر کنید شما در امریکا صادرات دارین و یک سلسله مشکلات فعلا وجود داره از نگاه در بخش بانکداری، باز این خودش مشکل هست. یکی از خواستهای ما می است امیرهای مواصلت به کشورهایی که مثلا در ترکیه، من قبلا یادآور شدم باز زودتر صورت بگیره تا با بتانیم صادرات از کشور ترکیه انجام بدیم، از اینجا به ترکیه و از ترکیه به کشورهای دیگه انجام بدیم، که یکی از خواسته است. و دیگه خواسته در افغانستان ما به هر پیمانه که تولید قالی نیاز باشه ما توانایی زیر داریم تولید داشته باشیم، یعنی این مشکل نیست. یگانه مشکل در بخش فروشاتش است که پس دوباره در اون هدف ما برمیگردیم، دیگه در اینجا باید تمرکز شود. په کابل کې د افغاني غالیو پلورونکي وایي چې تر پخوای بازار ډیر کم شوی دی، ځکه په هیواد کې دننه د غالیو پیر او پلور کم شوی. افغاني غالی پلورونکی رحمت الله دولت وایي پخوا بهرني پروازونه ډیر وو او له هیواده بهر میشتو افغانانو هم له دوی څخه افغاني غالی پیرلی، چې اوس د بهرني پروازونو په نشتون د دوی بازار هم زیانمن شوی دی. یکیم که علت ما که پروشات ما کم است، می بازار وطنی را که از ایرانی ترکی خیلی ضربه زده، یعنی ما یک قالی نداریم در اینجا یک جور 6 متره را تا 40,000، یعنی خوب قالین متوسط پروش کرده میتونیم. و قالینایی که آمده 700 شانه و 1000 شانه 2000 شانه میگه ایرانی نام داره، و یعنی از وطنی کده ما شما کده قیمت است. اگر این طلای سرخ افغانستان است، یعنی بیشتر از 1,000,000 نفر مصروف به کار است در می افغانستان، و اموطنای ما هم ادقل امیر درک کنن که یک دنه قلیل که از ما خریدن تنها این کمکشان به ما نمیرسه. فکر کنیم که این 37 مرحله داره این قلیل تا جور شدنه، مگر به 37 مرحله ازی پیسه ازی تقسیم میشه دست به دست، از پشمریزی شروع تا رنگ آموزی، از رنگ آموزی شروع تا بافت کردن ازیره. و پیلن که وضعیت یعنی بد اقتصادی پیلن که ما شما داریم، و از دولت از امارات اسلامی هم ما خواهش میکنیم که ایرانی و ترکی را مسئولش زیاد کنه، یا بیخی به ما بند کنه، یا امی قائل کسایی که کسب وطنی را میکنن یا را تشویق کنه که ما مثل ایرانی و ترکی عرضه کنیم به بازار. از دیزاین چیزی که مشتری دیزاین که مشتری میخواد، ما در اینجا شکر تقریبا از تناد شرکت خود ما 300 پامیل است که کار میکنه، ما بر روا پشم میتیم. و انیمی زیاد چیزی که ضربه زده بازار ما را ایرانی ترکی است، و مترکی گفته میایه یعنی به صد نام او میایه خود طلای سرخ ما را میمانن، از بازار دیگه فکر کنی نگاهین کنه را میخرن. په کابل کې دی افغانی غالی و تولیدون کی وای تولیداتی دیر دی خوسم بازار ورتره لری. د غالیو د تولیدي فابریکې مسؤول محمد رسول کاظمي وای دوی نشي کولای د خپلو تولیداتو لپاره بازار موندنه وکړي او بهرنیو هیوادونو ته سفر وکړي. سابق خامخای مشکلات داشتیم، بر فعلا فضل خدا مشکل نیست. از شروعی که
پشم جمع‌آوری میشه و تیاری آماده سازی تا آمادگی صادرات کار میشه در افغانستان. ولی هیچ کار به هیچ کارش مشکلاتی وجود نداره. تولیدات نسبت به قبل که 10-15 سال پیش بگی که تولید ما کمتر است. ولی نسبت به 2 سال قبل یا 3 سال قبل فعلا تولید ما تقریبا اگر بگویم شاید 30-40% افزایش یافته. خب به نمی جا یک مشکلی در قسمت همی بازاریابی ما داریم. برای فعلا که جهان امرای حکومت امارات کمی مشکل سیاسی دارن با مشکلات سیاسی از اینا ملت هم ضربه میخوره، تاجرای ما هم ضربه میخوره. ما نمیتونیم برای تولیدات خود بازاریابی بکنیم، ما نمیتونیم جایی بریم به نمایشگاه ها اشتراک بکنیم. اینمی مشکلات ما داریم که ما تقاضا میکنیم از جهانی که حقوق بشر میگن ظلم بالای ملت نکنن، هر کار سیاسی که دارن امرای حکومت ها دارن، امرای امارات دارن، امرای اونا بشینن و حل و فصل بکنن، اما ملت زیر پای نکنن. اما همین ملت بیچاره که یک لقمنان ندارن، اینمی کاری است که ما برای مردم حداقل یک نان خشک میتونیم برایشان از همین قالین تهیه بکنیم. امی امال برای ما نمیمونه که ما بازاریابی بکنیم، ما نمیتونیم که جای سفر بکنیم. پاتو جزئیات لدمی ورست. بیا هم خراغلاست، اوس هم پاتو جزئیات. په افغانستان کې میرمنې په څو معلومو برخو کې تر نورو برخو ډیرې په کارونو مصروفه دي، چې یو له هغو برخو څخه د افغانستان لاسي صنعت او غالۍ اوبدل دي. په هیواد کې موده کیږي چې په لاسي صنعت کې بوختې میرمنې له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي د خپلو تولیداتو لپاره خام مواد په ګرانه بیه ترلاسه کوي، خو په مقابل کې بیا خپلو تولیداتو لپاره سم بازار نه لري. چالش‌ها نبود و بازار است در خود می افغانستان، البته به کابل که خانم‌ها صنایع دستی دارن، تولید لباس دارن، ولی اینا بازار نداره که به فروش برسه و توانایی مردم ما اونقدر زیاد نیست که این لباس‌ها را خریداری بکنن. ما مواد قیمت می‌گیریم، مواد صنایع دستی دستوزی خانم‌ها هستن، اونا را که ما جور می‌کنیم شاید بر خارج یگان سفارش داشته باشه، ولی بر خود افغانستان نمی‌تونه مردم خریداری بکنن به خاطر اقتصاد و همچنان نبود بازار. خواست ما از اماراتی است که باید پشت خانما باشن، خصوصا بر کارشان و صنایع دستی که دارن خیلی زحمت میکشن خانما، خصوصا بر کار خیاطی و خیاطی که از مسلک خانما است. امرایشان همکاری بکنن، هم بر رشد اقتصاد افغانستان کمک میشه و همچنان بر صادرات و واردات خود تجارت افغانستان خیلی بهبود میبخشه. په هیواد کې د میرمنو د سوداګرۍ خونوایي د میرمنو په واسطه په هیواد کې لاسي صنعت ښه پرمخ روان دی، خو پر دوی مالیات ډیر وضع شوي. خپلو تولیداتو ته سم بازار نه لري او خام مواد په ګرانه بیه ترلاسه کوي. دوی له اسلامي اماراته د خپلو ستونزو د حل غوښتنه کوي. صنعت در افغانستان فعلا وضعیتشون از نگاه تولیدات بسیار خوب است، از نگاه کیفیت هم ما فعلا سرش کار میکنیم تا اینکه صنعت افغانستان استانداردسازی شود و البته برند سازی شود. مگر یکانه مشکلی که خانمای افغانستان دارن فعلا در با مواد خام است در بازارها که وارد از ممالک بیرونی میشه و قیمت استاندارد نداره. چالش هایی است که فعلا پول های خانما در بانک ها فریز است و همچنان مالیات است، هم مالیات مادونه و مالیات باید است بپردازیم. یکی برای وزارت مالیه باید از ما مالیه بپردازیم و دومی که برای شاروالی، که این چیزی است که یک کمک به اقتصاد خانما ضربه وارد میکنه. خواستای ما از دولت اسلامی امارات اسلامی افغانستانی است که بالای مالیاتی که پرداخته میشه از طرف خانما باید از تجدید نظر کنن و حمایت کنن و در این زمان ایجاد بازارهای دائمی برای زن و خانما باید داشته باشن تا که بتونن خانما همین تولیداتی که دارن به فروش برسانن. چون فعلا اقتصاد هم قدر خوب نیست و بازار هم قدر خوب نیست، اگر ما مالیات و بازارهای خانوما را سرش کوشش کنیم به خوب تر میشه. دی سوداگری خونی سرپرست محمد یونس مومند وایی چی دی هیواد لاسی صنعت او دی غالی و تولیدات پخه وضعیت کیدی، خود دی نریوال و محدودیتونو دی افغانی تولیدات و دی صادرات و پا برخه که استونز را منسته کردی. مومند وایی پا نگدی رتلون که دی افغانی تولیدات و لپاره یو لوی نندارتون هم لرو. در افغانستان لاسی صنعت پدیر شو وضعیت کردی
زموږ خوندې ټوله په لاسي صنعت بوخت دي او د لاسي صنعت لا نوره پرمختیا منځته راځي. کوشش پر دې روان دي، هغه بندیزونه چې نړیوالو د افغانستان پر حکومت باندې لګولي دي یا زموږ انتقالات نه کېږي، په دې کې موږ ته مشکلات پېښ شي. جدن خواهش کوو د ټولو نړیوالو څخه چې د افغانستان څخه هغه تازرات چې پر افغانستان لګولي یا د افغانستان د رسمیت نه پېژندنې مسله چې د دې ته باید خاتمه ورکړي او افغانستان باید په رسمیت وپېژندل سي. لهذا زه فکر کوم چې داسې صنعت به نوره هم وده وکړي. په دې خاطر چې موږ ضرورت لرو چې د خارج څخه انتقالات ولرو، فرمایشات ولرو، څه وخت چې موږ فرمایشات اخلو د خارج څخه نو ضرورت دی چې د بانک د لارې حساب و کتاب وکړو، نو دا صورت نه نیسي. لهذا د سلاسي صنعت په دغه مشکلات ولي بیا هم زموږ صادرات شروع دي ټولې دنیا ته، خصوصا قالینې ټولې دنیا ته ځي، کومه سکتګي نه سبب کېږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د افغانستان د لاسي صنایعو او غالیو لپاره په ترکیه او متحده عربي اماراتو کې د یو دایمي نندارتون په اړه خبرې کړې او افغاني تولیدات به دایمي نندارتون ولري. د یاد وزارت ویاند اخونزاده عبدالسلام جواد وایي که چیرې سوداګر او صنعتکاران د ویزې له ستونزې سره مخامخ کیږي نو کولی شي چې له دوی سره یاده موضوع شریکه کړي او خپله ستونزه حل کړي. الحمدلله ما در بخش تولید قالین در حجره ولایت عملا فعالیت داریم و ما کوشش بری داریم تا ایره در 34 ولایت افغانستان عملا فعالیت شه، بافندگی قالین شروع بکنیم، شستشو و قیچی قالین پروسسش همش در داخل افغانستان میشه. قبلا یه مسائل نبود در داخل افغانستان، لله هم سکتور خصوصی ما تانسته تا در این بخش سرمایه گذاری بیشتر بکنن و همچنان در بخش قالین بیش از 1 میلیون نفر مصروف هستند در بخش بافندگی و ریشندگی، در بخش های مختلفش مصروفیت دارند. گرچه کار صعب است، کار سخت است، اما خوب است که یک لقمه پول حلال به دست آدم می آید. و همچنان در سال گذشته در سال 1401 قالین ما در نمایشگاه هایی که در هندوستان و چین برگزار شده بود مقام اول از آن خود کرد و در بخش صادرات قالین ما با کشورهای مختلف صحبت کردیم، با ترکیه صحبت کردیم، با امارات متحده عربی صحبت کردیم. می خواهیم که در نمایشگاه هایی که در اونجا می باشه هم اشتراک داشته باشیم، از طرف دیگر نمایشگاه دائمی برای صنایع دستی افغانستان خصوصا قالین در امارات متحده عربی و در ترکیه داشته باشیم. هر تجار ما در هر بخشی که نیازمند گرفتن ویزه می باشه بیان به وزارت، ما توسط وزارت محترم خارجه اینا رو معرفی میکنیم به وزارت محترم خارجه و به هر کشوری که اینا خواسته باشن ما بر از اونا معرفیشان میکنیم تا برشان ویزه بتن. سهولت ویزه هست، امکانات گرفتن ویزه هست، اما زحمت بکشن یک دفعه بیان تا وزارت صنعت تجارت انشاءالله ما در خدمتشان میباشیم، ما همکاری را همراهشان. جواد سوداګر او میرمنو د ستونزو او حل په تړه وای دوی د ټول هیواد په نندارتونونو کې ګډون کولای شي او اسلامي امارت هڅه کوي ترڅو د دوی ستونزې زر تر زره حل کړي. ما در تمام نمایشگاه هایی که در داخل افغانستان برگزار میشه به عنوان متشبث میتونن اشتراک داشته باشن و عملا در تمام نمایشگاه ها هستن. یک بخش برای خانم ها مشخص می باشه، در اونجا میان آنچه که دستاوردهایشان است او را به نمایش میگذارن. خوشبختانه در افغانستان در اتاق زنان تجارت پیشه بیش از 560 عضو فعال داره و در مجموع در تمام افغانستان 8000 زنان متشبث سرمایه گذاری کردن و در بخش تجارت فعالیت دارن و ما همچنان برای نمایشگاه هایی که در بیرون از کشور مساعد میشه زمینه برای نمایش صنایع دستی افغانستان، ما بر بانوان هم یک بخشی را مد نظر گرفتیم تا وقتی که اینا میخواهند در اونجا اشتراک کنند با محرمشان هم در بخش انتقال اموالشان هم در بخش گرفتن ویزا ما همراهشان همکاری میکنیم. د اقتصادي چارو شنونکی نورالله عزیز وایي که چیرې په هیواد کې د لاسي صنعت لپاره کار وشي او په دې برخه کې میرمنو ته لازم امکانات برابر شي نو یاده برخه به د هیواد په اقتصاد کې مهمه ونډه ولوبوي. عزیز وایي په بهرنیو هیوادونو کې باید افغاني غالیو لپاره ښه بازار موندنه وشي ځکه افغاني غالۍ په نړۍ کې د ښه ارزښت څخه برخمن دي او له دې لارې بهرنیو اثارو ته ښه زمینه برابریږي ترڅو هیواد ته راشي. لاسي صنایع په افغانستان کې پخوانۍ مخینه لري چې له امله یې په داخل د هیواد او بهرنیو هیوادونو کې تولیدات خاص مینهوال لري چې له دې لارې په داخل او خارج کې تر ډېره بریده د تجارت په برخه کې هم ډېر سهم درلودلی دی. کله چې موږ د لاسي صنایعو په اړوند باندې خبرې کوو تر ډېره بریده زموږ د اقتصاد هغه برخه په ګوته کوي چې په هغه کې د خزینه کار کوونکو ونډه ډېره وي ځکه کله چې موږ خالی ګورو یا مثلا د لرګیو څخه جوړ توکي ګورو
او یا هم مثلا د خټین یا د تیګو څخه جوړ شوي توکي ګورو. په دې ټولو کې زموږ د ټولنې هغه برخه چې هغه تر ډېره بریده د اقتصادي فعالیتونو کې فعاله ونډه نه لري، د هغوی ونډه په دغه لاسي صنایعو کې ډېره زیاته ده. که موږ وکولای شو لاسي صنایعو ته رشد ورکړو، دا به نه یوازې دا چې په اقتصادي لحاظ باندې موږ ته امکانات برابر کړي، بلکې ډېری ښځینه کارکوونکي به په دغه برخه کې د عاید خاوندان شي. که چېرته په دغه برخه کې نړیوالې نمایشګاګانې جوړې شي او یا هم په دغه برخه کې پانګونې وهڅولی شي، زه باوري یم چې د افغانستان لاسي صنایع کولی شي په هر وخت کې هیواد ته د بهرنیو اثارو د راتګ لپاره فرصتونه آماده کړي. دا چې په دغه توکو کې غالۍ په ټولو کې مهم ځای لري، نو مهمه ده چې په دغه برخه کې تمرکز ډېر وشي، ځکه د افغانستان غالۍ په ټولو هیوادونو کې شهرت لري او د نړۍ په هر هیواد کې چې کله د افغانیو غالیو په رابطه باندې بحث کېږي، دا د یو خاص امتیاز څخه برخمن دي. د دوی قیمتونه هم په نړیوال مارکیټ کې ښه دي او د خرڅلاو هغه فیصدي هم نسبت نورو تولیداتو ته او هم نورو توکو ته ښه ده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ په شلوري سیریز کې چې د افغانستان په بریا پای ته ورسید، لوبغاړو ته په کې د افغاني تولیداتو څخه جوړې ډالۍ ورکړل شوې. له دې کار څخه د افغانستان د کرکټ بورډ مخه نړۍ ته د افغاني تولیداتو او غالیو ښوونه او بازار موندنه وه. په ډالیو کې د افغانانو په لاس جوړ شوي د لاجوردو، زعفرانو او افغاني غالیو ډالۍ شاملې وې. تر ټولو ښه او لویه ډالۍ په کې د غالۍ څخه جوړ شوی جام و چې افغان لوبډلې د سیریز په ګټلو ترلاسه کړ. دا و زموږ د نن ورځې خبرونه. تر بیا مو الله مل ښې چارې. له لیدلو مو مننه.